توی خونه ها سر کوچه ها برو بیا، همسایه ها گوشه ها کنار ببر و بیار، بزن برقص بی اختیار، شبای تهرون تو باغ شندون از مجدیه تا نیاورون، برقص برقص به زیر بارون روی پشت بوم توی خیابون عزیزم. خیلی خوش اومدیم به تورنتو، واکن تو تورنتو. مرسی. کنسرت دیشبتون عالی بود مثل همیشه. مرسی. همه خیلی گذشت. وقت خوبی داشتن اونجا، خیلی به همه خوش گذشت. مرسی که به شهر ما اومدید. من میخوام با این سوال شروع بکنم، به قول آهنگ خودت که قصه از کجا شروع شد؟ شما با GLWIZ چطوری آشنا شدید؟ من سالهای ساله که با آقای معینی دوستی خیلی خیلی صمیمانه ای دارم و برای ما، برای موسیقی من یکی از بزرگترین حامیان بوده. زمانی که هیچ کس میوزیک ویدیوها رو سپانسر نمی کرد، آقای معینی سپانسر می کردم و به نظر من یکی از بزرگترین قدم ها برای اشاعه موسیقی ایرانی همینه که بیزنسمن ها بیان و میوزیک ویدیوها رو یا اصولا هنر ایرانی رو حمایت کنن. و اون موقعی که اصلا مد نبود، آقای معینی مدش کرد و بزرگترین ویدیوهای منو اسپانسر میکردن و به خاطر اسپانسرشیپش ما تونستیم ویدیوهای بهتر بسازیم که همین ویدیوها میره تو خونه‌های مردم و بچهای ما زبون فارسی رو از موسیقی ایرانی یاد میگیرن. در نتیجه این فقط حمایت از ویدیوهای من نیست، این حمایت از زبان فارسی، این حمایت از اشاعه موسیقی ایرانی در خارج از کشور. اینی که رول خیلی بزرگی بازی کردن در حمایت از فرهنگ و هنر ایرانی و ازشون ممنونم. خیلی ممنون. شما جواب چند تا سوال بعدی من هم دادین، خیلی عالی. شنی، I have a question for you. So everybody is in a debate if you're Persian, if you're American, if you're Armenian, but you have a huge fan base in the Persian community, and I wanted to know how you feel about that. Well, first of all, merci, خیلی ممنون. It's a pleasure to be here with GLWIZ and GLWIZ. We know how big, خیلی بزرگ. It's very impressive. I'm very fortunate and thankful, grateful for my fans, ایرانی. مردم ایرانی, they've been very supportive for many years, for of course Andy and now me, and I'm very thankful. Yes, I'm 100% American. My grandmother, my grandfather, everyone is American. But I have so many friends and family now that are Iranian that I think I get to be an honorary Irani, right? Yes, of course. Honorary. Of course. We're pleased to have you as an Iranian. Thank you. Thank you. I'm very thankful. So I hear that there is a big news going on about your career today. Man, آهنگ من اسم everything would be Hamichie. Today released worldwide, so I'm very happy about that. It's in English, of course. It's an American release, but it is released around the world, and many Iranian fans and friends of mine are sharing, which is very nice. They send me all kinds of things, so it's exciting. I'm doing interviews, medium airport for Ruga now, and I have interviews there at the airport. So I see you have a very busy schedule today. It's good though. We're happy to be here. Thank you very much. You are a very successful couple, as I hear, and I follow your news. شنیدم که ستاره در گذرگاه هنرمندان هالیوود اخیراً به شما اهدا شده که باعث افتخار همه ایرانیان هستش. میخواستم ازتون سوال بکنم که کی قراره این اتفاق بیفته، کی قراره ستاره تقدیمتون بکنم و خودتون چه نظری دارین نسبت به این اتفاق؟ اول اینکه باعث افتخار منه که این ستاره رو به من دادن و من فکر میکنم این ستاره رو به همه ما ایرانیا دادن، به خاطر اینکه یه دری باز میشه به روی موسیقی ایرانی که از این در بقیه هنرمندای ایرانی هم میتونن به راحتی بگذرن. درسته که سالهای سال طول کشید و زحمت فراوون داشت، ولی هالیوود چمبر آف کامرس واقعا به نظر من معجزه کردن، چون کمتر به خارجی ها این ستاره رو بیدن. باید توی هالیوود موفق باشی که این ستاره رو بدن. و خب این اواخر تو
هم من هم شینی تو فیلم‌های آمریکایی هم بودیم، هم موسیقی داریم، فعالیت می‌کنیم، کنسرت‌هامون تو هالیووده و بالاخره توجهشون رو جلب کردیم، ازشون تشکر می‌کنیم که این ستاره رو به من، یعنی به ما ایرانی‌ها دادن و به نظر من یک قدم خیلی بزرگیه تو دایورسیتی که تو هالیوود داره الان اکسرسایز میشه و من خوشحالم و افتخار میکنم بهش. روزشو داریم الان راجبش صحبت میکنیم ولی اوایل فوریه خواهد بود 2020 و چی میگن شروع بزرگیه برای اقدامای بعدی من که بهش میگن کراس اوور مارکت، برای اینکه آهنگایی که به زبان انگلیسی آماده کردم که شعراش هم شینی نوشته الان داریم آماده میکنیم که همزمان با اون ستاره بیاد بیرون که اون قدم بعدی رو در مارکت بین المللی شروع کنیم. خیلی عالی، واقعا باعث افتخاره که ما یک ستاره ای در هالیوود داریم. سوال بعدی من در مورد ارتباط شما با ورزش ایرانه و اینکه میدونم که شما یه فوتبال با تیم گلدلاین بازی کردید. بله، میخوام ببینم یادتون هست، خاطره ای از اون دارین؟ مهمترین خاطره اینه که خب تمام بزرگان هنر و ورزش با گلدلاین یه رابطه خوب دارن، چون خود آقای معینی عاشق هنر ایران و ورزش ایرانه، همیشه اینطور برنامه رو اسپانسر کرده، در نتیجه ما هممون دوستای صمیمی هستیم با گلدلاین و آقای معینی و اونم تجربه شیرینی بود، برای اینکه خب من ممکنه تو کار خودم موفقم ولی هنوز نگاه میکنم ورزشکارا رو دوست دارم و کاراشون رو دنبال میکنم، برای من اونها یه آیدل های مخصوصی هستن و که دوستشون دارم و وقتی از نزدیک میبینمشون یه جورایی هم ستار استراک میشم، یعنی احساس میکنم آدمای مهم معروف دیدم، برام جالب بود و امیدوارم که گلدلاین یه بار دیگه از این کارهای قشنگ انجام بده، ما هم بیاییم ورزشکارهای ایرانی ببینیم. مرسی. Do you also follow the passion of Iranian soccer? I don't know them obviously personally, but I try to stay up to date with what's happening and I know they're all doing very well. شما حتما از طریق GLWIZ‌تون برنامه‌های ایرانی رو دنبال می‌کنید، درسته؟ خواهرام، برادرم همه‌شون GLWIZ دارن. من و شینی خونه تلویزیون نگاه نمی‌کنیم ولی داریم. چون همش مسافرتیم و میگن خونمون لس آنجلس، ولی خودمون اونجا نیستیم. ولی داریم و سال‌های سال داریم و اتفاقا هم مدت هاست که با آقای معینی در حال صحبت هستیم که یه کانالی خودمون توی GLWIZ داشته باشیم، که البته این ایده آقای معینی بود که تمام کنسرت های لایو و مصاحبه رو همه رو میتونیم تو اون کانال نشون بدیم و داریم رو اون کار میکنیم. من فکر میکنم یه کانال خیلی پرطرفداری میشه. مرسی. چون شما نه تنها در ایرانیا بلکه در آمریکایی‌ها و دوستان ارمنی ما بله. خیلی پرطرفدار هستن. بله. من متوجه شده بودم که بزرگترین کنسرت های شما توی ارمنستان برگزار میشه. درسته. احساستون در مورد این چی هستش که انقدر فن بیس قوی توی ارمنستان داریم؟ مرسی. خب اولا باید بگم که من کلن آدم خوشبختی هم به خاطر اینکه الان تو این زمانه تو دنیا بعضی ها یه دونه کشور ندارن، من سه تا دارم، ایران، ارمنستان و آمریکا. و خب درسته که من ایران به دنیا آمدم ولی از یک خانواده ارمنی هستم و به هر سه تاشون هم افتخار میکنم. و جالبه که وقتی میریم ارمنستان خیلی از ماها فکر میکنیم که اون ارامنن که میان کنسرتمون، ولی در حقیقت ایرانیان که میان کنسرتمون، چون از ایران میان به ارمنستان نزدیکه، مثل اینکه از تورنتو بری آبشار نایاگرا، خیلی نزدیکه. هموطنای ایرانی میان اونجا و من وقتی میرم ارمنستان واقعا احساس میکنم ایرانم، چون اینقدر از لحاظ فرهنگی شبیه هستن. اونجا خیلی راحتیم، واقعا هم بزرگترین کنسرت های ایرانی دنیا در ارمنستان انجام میشه. درسته. حالا ما میخوایم این خبر خوبم به دوستای ارمنیمون بدیم که فعالیت های GLWIZ توی ارمنستان هم خیلی زیاد شده و میتونن هنر شما رو از طریق GLWIZ اونجا هم فالو بکنن. My next question is about your other
roles as a producer, as a filmmaker in Hollywood and in US? Can you please explain a little bit? First of all, being female, being a woman like yourself, it's a big deal for women in Hollywood now. It's a very important time for all women in business, especially entertainment, to use our voice and our power that we've had all this time, but we're taking it. So it's exciting to be working with so many people. A lot of women are coming together and making a lot of good things happen, telling stories, finding stories that show women in strong characters. That's something important to me. So as a writer myself, a songwriter, I like to find women that are also using their voices, writing good scripts, and bringing actors together to tell good stories. So I'm using that time right now with all the years in the industry and a lot of different people of diversity, Middle Eastern, Latina, Indian, all of these types of mixed cultures coming together, and that's important to me too. So do you read all the scripts that are sent to you? If I haven't read it, I won't get behind it. So it's time consuming, but, and many friends of mine, I have a lot of Iranian friends that are also, you know, making movies that are Iranian. So many, I don't want to name too many, but Navid Nagahban and Maz Jobrani and all of us, everybody's using this time in independent film to make movies. And so we're always all trying to support each other too. It's not just my own films, but we want to help each other. And anybody interested in getting involved in film industry that hasn't been, I would say get in touch with us, because we want to tell these stories, but we can't do it by ourselves. So what's the best channel to send these scripts to you? I would say first contact social media. All of us are all on Instagram, and you can send private messages or reach out through email. And it's a team effort. You know, we want to help each other. You know, we're doing a lot of collaboration now. That's great. The new generation of Iranian filmmakers. There's so many, and they're good. And females as well, and they have a harder time getting attention. Iranian females I know are sending notes and saying, I'm a filmmaker, I don't know what to do. And I always say, as much as we want to help as artists, we need business people who also want to support the industry as well. Yes. So. Yeah, مهمترین چیزی که داره اتفاق میفته و با این نسل شروع شده و من امیدوارم بزرگترم بشه در هر جامعه این بیزنسمنایی مثل آقای معینی هستن که فرهنگ و هنر رو رشد میدن بدون حمایت پولی و عشق مردم هیچ هنری پرورش پیدا نمیکنه الان نسل امروز ایرانیایی که در خارج از ایران زندگی میکنن شروع کردن به حمایت از موسیقی و سینمای ایرانی و من فکر میکنم این شروع خوبیه و به زودی از موسیقی و سینما ایران در دنیا سر و صدای بزرگی پا میشه صرفاً هم به خاطر اینکه بیزنسمنای موفقی مثل آقای معینی الان اومدن و دارن هنر ایرانی رو حمایت میکنن من اسمشو گذاشتم رنسانس هنر ایران الان شروع شده الان تو آمریکا و کانادا شروع شده و به زودی به نظر من یکی از هنرهای بزرگ دنیا خواهد ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته. شما خیلی قشنگ یه قسمتی از سوال منو جواب دادین ولی من دوباره میپرسم برای که برای خود من به عنوان یک مادر خیلی مهمه که بچه های من فارسی رو خوب بتونن صحبت بکنن. و سعی میکنم همیشه باهاشونم فارسی صحبت بکنم. ولی میخوام ببینم به نظر شما با توجه به پراکندگی ایرانی ها که در همه جای دنیا الان هستن این یک پارچگی فرهنگ و هنر که حالا از طرق مختلف و به خصوص الان از طریق GLWIZ داره به همه ایرانی ها میرسه به نظر شما چه نقشی میتونه توی ترویج فرهنگ و هنر ایرانی داشته باشه؟ من خودم شخصا شاهد این هستم که تو کنسرت ها مردم میان با من صحبت میکنن و میگن که بچه هاشون تنها دلیلی که فارسی حرف میزنن
اینه که تو خونه موسیقی شما رو شنیدن و فارسی رو از طریق موسیقی یاد گرفتن. من خودم انگلیسی رو از طریق موسیقی آمریکایی یاد گرفتم. در نتیجه به نظر من مهمترین عاملی که باعث میشه بچه های ما زبان فارسی رو تکرار کنن و تمرین کنن و استفاده کنن آشنایی با موسیقی ایرانیه. و پدر مادرها وقتی تو خونه ها آهنگای ما رو پخش میکنن، حالا نه فقط مال منو، آهنگای ایرانی پخش میکنن، بچه ها گوش میکنن و عادت میکنن به اون زبون و صحبت میکنن. اینه که من تشویق میکنم که پدر مادرها تو خونه هاشون موسیقی، مخصوصا موسیقی پاپ، من خودم موسیقی سنتی خیلی دوست دارم، ولی بچه‌هایی که تو آمریکا و کانادا به دنیا میان، اونا موسیقی سنتی نمیتونن هضم کنن، برای اینکه در کنارش هم موسیقی آمریکایی گوش میکنن، رادیو تلویزیون آمریکایی نگاه میکنن. در نتیجه باید ما بهشون موسیقی پاپ امروز ایرانی بدیم که به خاطر اون با زبان ایرانی هم آشنا بشن. من خودم فارسیم تو آمریکا بهتر شده به خاطر اینکه با پاکسیما آشنا شدم که از بچهای تورانتو بود، اینجا دوستیمون شروع شد، بعد صدها آهنگی که برای من نوشته از طریق اونا، از طریق آهنگا و ترانه‌هایی که برام نوشته فارسی من بهتر و بهتر شده. پس من خودم یعنی الگوی خوبی هم برای اینکه زبان فارسی رو از توی موسیقی و از توی ترانه‌های ایرانی یاد گرفتم. درسته، خیلی هم فارسیتون خوبه. من در هیچ لغتی نشدم که اشتباه باشه. مرسی. Shani, my last question for you is that besides Andy, do you have any other Persian favorite singers, artists? Uh-oh. Competition. Oh, wow. Oh, wow. That's hard to say because... Well, both of us have a favorite, so you can talk about that. I don't know how I can say that. I'll say this. So when I first started my introduction to Iranian community, when Andy was working with Kuros and we all were working in a nightclub in LA called Cabaret Tehran, I was also singing with Sharam Shahpare. So I go back, I was young, I was a teenager, but I have a lot of beautiful memories with Sharam Shahpare and our beginnings, I should say. And in that process, I met everyone from, you know, Ebi and of course Gugush and, you know, everyone, all of the singers, but I didn't really understand who was who. So throughout all of these years, I've been able to learn sort of everyone's music and everyone's specialty. I don't know, Mirna Chimigi. I'm basically saying as an American. But we like Sharam. But Sharam is my most memory, and I understand. I know all of his songs. I sang all of his songs, and to this day, I still, you know, hear those songs and it makes me happy. Believe me, Sharam Shahpare takes all of us to our good memories. Good, yes. That's, even for me as an American, it was a special time for me. So I always feel good when I hear his music. Okay, that's a great answer. And I don't want to ask the same question from you. That's I just okay. want to thank you for giving us the time. Thank you. And if there is anything else that you wanted to add? We're happy to be here. I believe GLWIZ is serving the Iranian community. And I do hear from Armenians how important GLWIZ is in their community, and that's great. I'm proud of that. I'd like to thank Mr. Moini for inviting us here. He is a big part of the Iranian community, serving Iranian community. And Toronto is one of our favorite cities. We're always happy to be in Toronto. We've had great memories of all types of concerts here. We'd like to thank our promoters from yesterday, Puya John and Shervin, for a great night we had last night. Hope to see you here soon again. Thank you so much. Merci, khayli mamnun. Thank you.